بیش از 4 سال است که لبنان در بحران سیاسی به سر می‌برد. این وضعیت باعث شده که برای 4 سال متوالی مردم لبنان ماه مبارک رمضان را در حالی آغاز کنند که زیر بار مصیبت‌ها و بحران‌های معیشتی هستند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد تقریباً درآمد ماهانه 40% از خانواده‌های لبنانی $100 یا کمتر و 90% کمتر از $377 است. بر اساس این گزارش در پایان سال گذشته سطح فقر و نبود امنیت غذایی در کشور لبنان به ویژه نزد مردم کم درآمد نگران کننده بوده، چنان که در 43% از خانواده‌های کم درآمدی که شامل آمار بودند، یک شخص بزرگسال یک روز کامل را بدون غذا سپری می‌کند. همچنین این گزارش حاکی از آن است که بیشتر مردم در لبنان قادر به تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی خود نیستند و تقریباً درآمد ماهانه 40% از خانواده‌های لبنانی $100 یا کمتر و 90% کمتر از $377 است. گفتنی است بحران سیاسی و اقتصادی لبنان طی سالهای اخیر ساختار جمعیتی این کشور را دچار تغییری کرده که از جنس مثبت نبوده است و از طرفی کارشناسان معتقدند که این نابرابری در آینده گسترش خواهد یافت و پیامدهای بیشتری را برای اقتصاد و مردم لبنان به همراه خواهد داشت. در همین حال بیروت پایتخت لبنان به شهر تضادها تبدیل شده است. خودروهای گران قیمتی در مقابل رستوران‌ها و کافه‌های لوکس پارک می‌شوند، اما این در حالی است که مردمان این کشور از تمامی سنین وقت خود را صرف جستجو در مخازن و زباله‌ها می‌کنند تا چیزی قابل خوردن پیدا کنند. وضعیت فعلی اقتصادی در لبنان عوامل زیادی دارد که مهمترین آن اختلاف سیاسی داخلی این کشور و نیز بحران‌های بین‌المللی این کشور است. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.